بسم الله الرحمن الرحیم. ما در صدد معرفی اسلام هستیم با تکیه بر متن قرآن. این جلسه ما شاید نسبت به سلسله بحثایی که شروع کرده بودیم پایانی باشه. پیام کلی مباحثمون رو خلاصه میکنیم. اگر کسی قرآن رو از اول شروع کند، بسم الله الرحمن الرحیم، آغاز اسلام، چهار عبارت، دو رحمان دو رحیم، تمام سوره ها بدون استثناء، البته جز یک سوره، همه با بسم الله شروع میشه. وقتی که از فاتحه الکتاب بقره شروع میکنید قرآن بخوانید، میبینید در بقره اول قرآن همه گلایه است از یهود و نصارا. سوره دوم یعنی سوم آل عمران همه گلایه از یهود و نصارا. سوره نساء، سوره مائده، این چهار سوره اول بعد از سوره هم همه گلایه از آقایانه. چرا ما گله‌مندیم؟ چون هیچ حکمی در اسلام نیست وجدانی آن را قبول نکند. در اسلام چیزی نیست اسلام رد بکند دیگران بگن باشه. اسلام جامع همه حسنها خیرهاست، نفی کننده باطل کننده همه زشتی هاست. مگر می شود طبق این نگاه یک نفر مسلمان نباشه در عالم؟ اسلام مقتضای فطرت. بنده عرض می کنم در قالب سوال، چون بحث پایانی است، ما عرض می کنیم خوشبینی، احساس مسئولیت در برابر بشر از نظر اسلام یک تکلیف است. آقای غربی شما نمیپذیرید؟ اسلام میگه فضای جامعه ها فضای برادری باشه. آقای غربی، آقای امریکایی، آقای انگلیسی، شما قبول نمی کنید؟ پیام اسلام النظافت من الایمان، چه نظافت جسمی باشه چه نظافت روحی باشه، آیا شما نمیپذیرید؟ مهرورزی ما نسبت به شما برای ما اصل است، آیا شما نمیپذیرید؟ ما همه شما را خلق خدا میدانیم، تکلیف داریم کمک کنیم، آیا شما نمیپذیرید؟ اگر ما خودمون را فدا کنیم برای شما، شما نمیپذیرید؟ اگر مسلمین آغوش باز کنن، مسیحی ها در کنار شما ایم، یهودی ها در کنار شما ایم، با ظلم مبارزه کنیم، آیا شما قبول نمی کنید؟ اگر عرض کنیم 1,200,000,000 انسان گرسنه است، بیایید به اینها کمک کنیم، آیا شما نمی پذیرید؟ اگر مسلمین بگویند بنده خدا باشیم، ارباب یکدیگر نباشیم، همه در کنار هم مثل دندانه های شونه باشیم، مثل نماز جماعت، آیا شما نمیپذیرید؟ با رشوه دشمنی کنیم، با امتیاز دشمنی کنیم، با ظلم دشمنی کنیم، با سرقت بین المللی دشمنی کنیم، با اعتیاد دشمنی کنیم، اگر این پیشنهاد را بدیم شما قبول نمی کنید؟ کدوم زیبایی بوده اسلام امضا نکرده؟ کدوم زشتی بوده اسلام مخالفت نکرده؟
مگر اسلام غیر از وجدان شماست؟ مگر قرآن همان انسان ساکت نیست؟ مگر شما انسان کامل همان قرآن نیستید؟ اسلام آمده بگه فریاد وجدان شما منم، رفتار انسانهای بد در طول تاریخ، انسانهای بد، حاکمان بد، اسلام نیست که شما به اسلام بدبین بشید. یزید آدم کشته، اسلام آدم نکشته. فلان حاکم در فلان تاریخ زندانها را پر از بیچارگان کرده، این اسلام نکرده که. اسلام قرآن است، اسلام رسول خداست، اسلام علی ابن ابی طالبه. چرا نمی توانیم از اینها دست برداریم؟ چون غیر از این هرچی از زشتیه. رسول خدا مساوی است با عفو و اغماض، شما نمی پذیرید؟ رسول خدا مهربانی هاست، نمی پذیرید؟ علی ابن ابی طالب سوختن برای محرومانه، نمیپذیرید؟ اسلام در خانه مستضعفین نشستن، کنار مستضعفین بودنه، نمیپذیرید؟ ای انسانی که صدای منا میشنوید، اسلام وجدان شماست. نگید اسلام تروریسم تولید کرده. اسلام اگر تروریسم تولید میکرد تا به امروز چه عرض کنم یک سال زنده باقی نمیموند، اسلام از بین میرفت. اسلام چرا گسترش پیدا کرده؟ چون مخالف تروریسمه. در یک کلام، بنده نمیخواهم این تبلیغ بکنم مسئله مهربانی مجرد را، میخواهم بگم قرآن که باز میشود به منزله دو دست خداست. خدا دست نداره مثل ما، خداوند عظیمتر از این است که شبیه جسم باشه. قرآن را که شما باز میکنید، ورقها این چنین دیده میشه، این آغوش مهر خداست، شما نمیپذیرید؟ در اسلام آمده است به این عبارت فاستبق الخیرات، مسابقه آری اما در خیرات. در اسلام آمده است که وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در خیرات، در حرکت به سوی خدمت رقابت کنید. آیا شما نمیپذیرید؟ چه چیزی اسلام آورده که احدی نپذیره؟ در عالم یک نفر نپذیره. اسلام چیزی آورده کل بشر مجبور بپذیره. حسنا، قرآن گفته حسنا اعتابت تقا، انسان کسی است که اعطا کنه، تقوا کنه. و حسنا را و صدق بالحسنا، تصدیق زیبایی را شما نمیپذیرید؟ تصدیق رشد را شما نمیپذیرید؟ تصدیق علم را شما نمیپذیرید؟ پاک دامنی را تصدیق کردن بده؟ تقوا را تصدیق کردن بده؟ همه آنچه که ما میگیم چیزی است که وجدان شما میگوید. قرآن فطرت است. دین، انسان محترم، بیننده محترم در هر کجای عالم هستید، دین اسلام نیکی هاست که در وجدان شماست. دین اسلام چیزی باشه، وجدان شما چیزی دیگر باشه، این نیست. فطرت الله در قرآن، دین فطرت، ندای وجدانه. هرچه رشد کردی، موفق شدی، مورد تایید ماست. هرچه سقوط کردی، افسرده شدی، مورد امضای دین نیست. پس بنابراین آخرین کلام ما این باشد، من به عنوان یک مسلمان اعلام میکنم ما اگر دست مهربانی به سوی شما دراز کنیم، آغوش محبت باز کنیم، شما فرار میکنید؟ انتظار دارم جواب مثبت بدهید. اسلام
آغوش مهربانی است هرگز وجدانها از آغوش مهربانی فرار نمی کند. ولا حول ولا قوة الا بالله.